آیا هوش مصنوعی میتونه جای شغل ما رو بگیره؟ سلام همه شما دوستای خوبم، من علیرضا هستم، اینجا کماکان میدارتیجن و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام به یکی از ترندترین سوالای این روزی که این روزها که توی فضای مجازی داره مطرح میشه، حالا توی فضای مجازی که کلا داره مطرح میشه، با این مضمون که آقا آیا این هوش مصنوعی، این AI میتونه جای شغلای ما رو بگیره یا نه. یکی از مشاغلی که خیلی درش این سوالو میپرسن همین رشته CG آرتیستی، حتی معماریه که ما درش داریم فعالیت میکنیم. به واسطه پیشرفت خیلی زیادی که خب هوش مصنوعی توی این زمینه الان در حال حاضر داشته، خیلی خب این سوال واسه شون مطرح شده، به این ترس افتادن که آیا هوش مصنوعی میتونه جای معماری یا مثلا شغل ما رو بگیره یا خیر. قبل از اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، اولا که چنل رو اگر سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، از ویدیو اگر خوشتون اومد لایک بزنید و نظرتون رو توی کامنت ها برامون بذارید. بعدش قبل از اینکه بخوام کامل جواب بدیم به این سوال، اولا که میگم تا آخر، اولا که نشد چند بار گفتم جواب خواهیم داد قطعا به این سوال تا آخر ویدیو، منتها قبل از اینکه بخوایم جواب خودمون رو بگیم، بریم یه حرکتی بزنیم. آقا بیایم از خود یکی از این هوش‌های مصنوعی بپرسیم که آقا تو قرار هست جای ما رو بگیری در آینده یا نه. از یکی از معروف‌ترین هوش‌های مصنوعی ها یعنی ChatGPT بیایم بپرسیم دیگه، بپرسیم آقا آیا تو قرار هست جای ما رو بگیری یا نه. خب من ChatGPT رو باز میکنم، اینجا تایپ میکنم که به زبان فارسی هم تایپ میکنم دیگه، خب که راحت تر متوجه بشین دیگه، نیاز به ترجمه نشه باشه. ولی خب کلا از ChatGPT میخواید استفاده کنید، به انگلیسی تایپ کنید، هم دقیق تر جواب میده، هم دیتای بیشتری در اختیارش هست، و همین جواب خیلی درست تری دریافت میکنید. خب من تایپ میکنم که آیا به نظرت هوش مصنوعی در آینده میتونه جای مشاغلی مثل معماری و یا 3D آرتیست ها رو بگیره؟ بذارید ببینیم که خودش جواب میده. خب جواب خیلی جالبی داره، میگه که بله، هوش مصنوعی میتونه در آینده جایگزینی برای برخی از مشاغل هنری و طراحی بشه، اما این تغییرات بر این مشاغل در دوره کوتاه مدت اتفاق نمیافتد و ممکن است به مدت چندین دهه طول بکشد. در حال حاضر هوش مصنوعی قادر به انجام برخی از وظایف مرتبط با معماری و هنر است، مانند ایجاد طرح‌های ساختمانی و طرح‌های گرافیکی، که اینو بعید میدونم بتونه واقعا مثل معمار این کار انجام بده. خب جلوتر کامل جواب میده. با این حال هنوز هیچ الگوریتمی نتونسته تجربه و خلاقیت انسانو جایگزین کنه، در نتیجه مهارت‌های انسانی مثل تفکر و خلاقیت هنوزم برای این مشاغل ضروری هن. همچنین تعامل انسان و تجربه کار با مشتریان، همکاران و همچنین توجه به جزئیات و احساسات همچنان مهم است. نه بابا جدی، به طور کلی هوش مصنوعی میتونه در این مشاغل به عنوان یکی از ابزارهای کمکی مفید باشه، اما به نظر میرسه که نمیتونه جایگزینی کامل برای انسان در این زمینه ها باشه. خب ما الان چیکار کردیم؟ اومدیم از هوش مصنوعی پرسیدیم که آقا یا میتونی جای رشته ما رو بگیری یا نه، که خب خیلی جالبه تو پاراگراف اول گفتش که بله، هوش مصنوعی میتونه جایگزینی باشه برای مثلا یه سری شغلا، تو پاراگراف آخر گفت به طور کلی نه نمیتونه. و همین این واقعا به نظرم جواب میده داستانو دیگه، که واقعا آیا این میتونه مثلا جای یک سری مشاغل، مثلا حالا جای یه سری از مشاغل شاید بتونه بگیره، منتها هیچ وقت نمیاد به صورت کامل جای انسانو بگیره. شما ببینید همین یک سوال ساده که ازش میپرسی نمیتونه جواب دقیقی واسش پیدا بکنه، توی سه تا دونه پاراگراف دو تا جواب مختلف داده، یک سری نتیجه گیری هایی اومده مثلا گفته، یک سری حرفایی رو زده که توش درسته، مثل اینکه میاد میگه تعامل بین انسان ها، تجربه کار با مشتری، توجه به جزئیات و احساس ها، اینا حرفای درستیه. خب ولی اینکه آیا تونسته اینم درست نتیجه گیری کنه، یعنی جواب درست ما بده، نه. توی همین سوال ما میبینیم که نه. پس از این بابت که هوش مصنوعی نمیتونه جای انسان رو توی روابط بین خودشون، در این روابط بین انسان ها
درک احساسات و عواطف، توجه به جزئیات، رابطه بین کارفرما و مشتری، رابطه بین کارفرما و طراح، تمام این حالا روابطی که هست هیچ کدومش رو نمیتونه هوش مصنوعی جایگزینی باشه براش. ببینید اصلا رابطه بین دو نفر چیزی نیستش که یک هوش مصنوعی بتونه بیاد جایگزینش بشه. شما الان از هوش مصنوعی بپرسی سلام چطوری، نیستم به عنوان یه ربات نمیتونم به این سوال پاسخ بدم. پس اصلا اینجوری نیستش که هوش مصنوعی بخواد کامل توی این زمینه جای انسانو بگیره. خب حالا میگیم آقا اصلا توی این زمینه نتونست، توی مثلا یه سری شغلا که میتونه تفاوت ایجاد بکنه. بله این خب انکارناپذیره. ببینید شما از زمانی که هواپیما اختراع شد همه گفتن وای دیگه اصلا زندگی انسان عوض میشه، اصلا انسان سوار این میشه، پا میشه مثلا میره یه کهکشان دیگه زندگی میکنه. اینا گذشت، دیدیم که آقا نه یه سری محدودیت‌ها داره، مثلا سوخت میخواد تا مثلا این فاصله بیشتر مثلا نمیتونه تا اون فاصله پرواز کنه، فلان مثلا دیتیل و جزئیات رو داره. باعث چی شد در نهایت؟ باعث شد که مثلا انسان پیشرفت زیادی داشته باشه، به جای اینکه مثلا از اینجا تا یک کشور اروپایی رو توی 6 ماه 1 سال بخوای بری، این فاصله رو بتونی تو 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت مثلا بری. هوش مصنوعی چیزی نیستش که یه اتفاق خیلی جدید باشه، اتفاق جدیدی هست خب، ولی ببینید از این پیشرفت‌های تکنولوژی ما توی طول تاریخ حتی بزرگتر از اینها شو داشتیم و هیچ کدوم باعث نشده یه سری شغل‌ها به صورت کامل از بین بره. از بین رفتن آخه معنی درستی نیست، تبدیل شده. ببین یه سری مشاغل با پیشرفت تکنولوژی تبدیل شدن به یه سری مشاغل دیگه. و باز میگم ببین مثلا یه چیزی مثلا هوش مصنوعی خودش یه سری اپراتور میخواد که بیاد بشینه مثلا کارو انجام بده. مثلا کارفرما نمیتونه بیاد صاف بشینه پای هوش مصنوعی از یک سری اصطلاحاتی که مثلا توی معماری هست، یه سری سبکایی که توی معماری هست بیاد استفاده کنه و یه چیزی طراحی کنه. باز هم یک کارفرما نیاز داره به یک طراح که اون طراح مثلا بیاد باشه با استفاده از هوش مصنوعی یه چیزی واسش طراحی بکنه. در نهایت میخوام یه جواب دقیق بدم به این داستان. به نظر من هوش مصنوعی نمیتونه جایگزینی برای شغل ما باشه. میتونه شغلمون رو تبدیل بکنه به یه سری مشاغل دیگه، میتونه سمت و سوی فعالیت ما رو تغییر بده، منتها قطعا جایگزینی براش نخواهد بود. و خیلی خلاصه بخوام بگم مثلا تو یه جمله، ببین هوش مصنوعی جایگزین ما نخواهد بود، بلکه خیلی هم میتونه بهمون کمک بکنه توی این رشته و کلی میتونیم تو آینده ازش استفاده بکنیم بدون اینکه بترسیم که آقا آیا قرار این جای ما رو بگیره یا نه. در نهایت یه چیزی هم بگم، ببینید بچه‌ها ما مثلا برای مثال دوره 3D Max رو به صورت کاملا رایگان از 0 تا 100 اومدیم کامل آموزش دادیم، توی چنل گذاشتیم. حالا ادعا نمی کنم واقعیت اینجور صحبت هم خیلی درست نیست، ولی واقعا برید بشینید نگاه بکنید این 28 قسمت رو، هیچی نیستش که توی 3D Max آموزش نداده باشیم. شما از 0 تا 100 کاملا اصولی میتونید آموزش ببینید این نرم افزار رو. و یک نفر اگه بخواد یه نرم افزاری مثل مکس رو یاد بگیره، فقط کافیه که بیاد VPNش رو وصل کنه، سرچ کنه یوتیوب with Art Vision و شروع کنه دیدن. تمرین داره، گروه تلگرام داره واسه رفع اشکال. شما هر اتفاقی که بیفته واسه بخوای مکس رو یاد بگیری، چه واسه بخوای استاد بگیری، چه کلاس بری، چه هر چیز دیگه ای رو میتونی اینجا به بهترین شکل ممکن داشته باشی. اما چیه دلیلش که خیلی ها نمی کنن این کار رو، خیلی ها نمیان سمتش، خیلی ها نمی خوان که واقعیت این کار رو انجام بدن؟ ببینید دقیقا این سوالی که انقدر مطرح میشه، آقا آیا مثلا AI میتونه بیاد جای ما رو بگیره، خیلی ها نمی خوان برن به سمت یادگیری مثلا این رشته این کار و مدام در حال اینن که بهونه واسش درست کنن که آقا آره من بخوام میام این کار رو انجام بدم، چند سال دیگه این هوش مصنوعی میاد جاشو میگیره و تمام، من الکی وقت ها میذارم روی این کار پس نمیرم سمت این کار. دنبال بهانه اونجور چیزا واقعیت نباشید، برید سمت اینکه یه چیزی رو یاد بگیرید. به قول آقای میرمیرانی همین سوال ازش پرسیده بودن، میگفتش که چت جی پی تی آقا آیا جای کاری که ما میکنیم رو میگیره؟ اصلا تو کاری الان میکنی که بخواد جای تو رو بگیره؟ پس میگم بچه ها حتما شروع بکنید به یادگیری، توی مسیری بیفتید. این که حالا بعدا مثلا چه اتفاقاتی قرار بیفته و اینا خیلی بهش فکر نکنید، هر اتفاقی که بیفته مطمئن باشید که به ضررتون نخواهد بود. انسان هیچ وقت به فکر این نیستش که بخواد کار خودش رو سخت بکنه، روز به روز همه چی داره آسان‌تر میشه با پیشرفت تکنولوژی و ما خیلی راحت‌تر میتونیم به زندگیمون
ادامه بدیم. در نتیجه چت جی پی تی، ای آی های مختلف، هیچ کدوم اینا جای مشاغلی مثل شغلایی که ما داریم و به نظرم نمیتونه بگیره و ما همیشه خیالتون راحت که میتونیم به راحتی توی این زمینه فعالیت بکنید. تو من خیلی هم خوشحال باشید چون کارمون قرار از این به بعد راحت تر بشه. در نهایت خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بزنید، نظرتون رو توی کامنت ها رو بنویسید و چنلمون رو هم اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. تا یه ویدیو دیگه شما رو خدا بزرگ بسپارم و خدا نگهدارم.